نیروهای امنیتی هند 500 معترض را پس از آن بازداشت کرد که دهلی جدید پالیسی قطع اجباری ارتباطات و برخورد امنیتی را در کشمیر تحت کنترل هند به اجرا درآورد. مردم در این منطقه برای روز چهارم به طور اجباری در خانه‌هایشان ماندند. ما به دلیل محدودیت‌های اجباری از اینجا می‌رویم. دولت اوضاع را وخیم‌تر کرده است. دیروز مردم محل از ما خواستند اتاق‌های خود را خالی کنیم و به ما گفتند که به خانه برویم. ما از دیروز اینجا هستیم. هیچ ترتیبات برای ترک محل برای ما صورت نگرفته و نه کسی از ما سوال می‌کند، نه دولت و نه پلیس و حتی برای ما غذا نیست. ما اینجا گرسنه‌ایم. اقدامات شدید امنیتی پس از تصمیم دولت هند در این هفته به لغو امتیاز ویژه شهرهای جموں و کشمیر سبب شد تا این منطقه هیمالیایی از یک وضعیت ایالتی به یک قلمرو تغییر تنزیل کرد. ما انتظار 12000 الا 15000 را داریم و ما کاملا برای آنها کار میکنیم تا با این افراد آسیبی نرسد. پلیس در حال گشت زنی است، طوری که هیچ مشاجره‌ای در بین مردم وجود ندارد و آنها با خیال راحت به خانه های خود میرسند. در همین حال سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات بین‌المللی در مورد نقض حقوق بشر در کشمیر تحت اداره هند شده است. طبق یک گزارش 43 صفحه‌ای که روز دوشنبه توسط دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، پاکستان از سوی ملل متحد به خاطر بازداشت جدایی طلبان کشمیری در آن منطقه تحت مناقشه مسئول خوانده شد. پاکستان پس از چند ساعت بعد از کمرنگ شدن روابط دیپلماتیک و تجاری با دهلی جدید به دلیل اختلاف نظر در منطقه مورد مناقشه کشمیر و سلب امتیازات ویژه این منطقه، کمیشنر عالی هند در اسلام آباد را اخراج کرد. روز چهارشنبه پارلمان پاکستان قطعنامه را تصویب کرد و اقدام یک جانبی دهلی نو را محکوم کرد. این دو کشور در اوایل سال جاری میلادی پس از کشته شدن بیش از 40 سرباز هندی در حمله انتحاری توسط یک گروه شورشی مستقر در پاکستان درگیر تنش‌های سیاسی شدند. در همین حال ایالات متحده از آن داشته که گفتگوی مستقیم بین هند و پاکستان در مورد منطقه مورد مناقشه کشمیر را حمایت می‌کند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. Hope for the best. Be prepared for the worst.